در کیلومترهای سابقه جدید عمل کرد به این صورت هست که حالا به نسبت یک عدد اون مقداری که میخواییم بنویسیم یا کم یا زیاد میکنیم. یه نکته هم در نظر داشته باشید، ما در اینجا عبارت 0-2 رو داریم. این دوستمون حالا محبت کردن و مقدار کیلومتر رو برای ما ارسال نکردن که دقیقا نسبت به اون مقدار این کار انجام بدیم. ممکن هست که بعد از اینکه مقدار کیلومتر رو کم کردید باز یه مقدار عددی دیگه به شما نشون بده. در اینجا این مقدار 0-2 ما رو تبدیل به 0 میکنیم، مثل اون شیوهی بود که در قسمت قبلی داشتیم، در اون کیلومتر داشتیم، اینها رو به 0 تبدیل میکنیم تا برگرده به حالت مقدار کم کردن پایین کیلومتر. چون اگر من این رو بخوام در نظر بگیرم از خود 0.2571A یک عبارت تقریبا 153370 میشه، یعنی یک ماشین یورو 4 جدید 153000 تا کیلومتر رفته باشه. حالا نمیدونم، شاید این شخص مسافت خیلی زیاد طی کرده. ببینید مقدار کیلومتر به چه صورتی پشت آمپر، مثلا اگه 153370 بود این مقدار ما باید از 0.2571A در نظر بگیریم. میبینید که حالا 5 تا رقمی هست، چون 0 رو قبل از 2 رو در نظر نمیگیره. اگر 153000 تا رو شما حالا میخواید تبدیل کنید به 12000 تا، خب میشه 2E0. پس این 0.2 ما چی میشه؟ باید به 0.0 تبدیلش کنیم. اگر که حالا در مقدار اینجا من مقدار 170000 تا رو در نظر بگیرم، عبارت 29810، یعنی که باید بزنم 0.29810 0.29820 0.29830. حالا اینجا با مقدار چی اضافه میشه؟ 10 تا 10 تا. باز دقت داشته باشید در حالت هگز همیشه نمیتونید بگید که این عدد 10 تا 10 تا میره بالا، خود عددی میشه، این حالت هگز رو داره. اگر در حالت دسیمال بود بله این صحبت رو شما میتونستید عنوان کنید، ولی تو این حالت با دقت داشته باشید که همیشه در حالت هگز با ماشین حساب حسابش کنید و اونو یاد داشته کنید. خب به انتهای حالا این بخش رسیدیم. یک جنبندی کلی که بخوایم انجام بدیم در همین قسمت این بود که ما اومدیم در مورد 3 کیلومتر صحبت کردیم، یک در مورد کیلومترهای سابقه قدیم و جدید، پشت آمپرهای دیزل قدیم و جدید، و در نهایت با یک فایل یورو 4 آشنا شدیم. یادم رفت همینجا، اگر که این کار رو انجام دادید در خط اول و جواب گرفتید که فبه ها، اگر جواب نگرفتید یعنی مقدار کیلومتر سبک حالت دیگه نشون داد، خط 100 و 110 رو هم به همین ترتیب باید مقدار رو تغییر بدید تا هر دو مقدار با همدیگه یکسان بشه و مقدار کیلومتر رو بهتون نشون بده. هدف اصلی این است که مقدار رو هر چی باشه از توی IC ما بتونیم در بیاریم و برسونیمش روی قسمت ادیتور تا در اونجا ببینیم که به چه صورتی هست. با یک بار، دو بار، سه بار امتحان کردن این تجربه برای ما به دست میاد. چون تو الان حالا از این مدل کیلومترها رو ما نداشتیم، نمیتونم با قاطعیت بهتون بگم که به این شیوه هست، اما میگم اگر که این دوستمون زحمت کشته بودن مقدار این کیلومتر عددی رو به همون فرستاده بودن، ما یه خورده راحت تر میتونستیم عنوان کنیم مطلب رو. ولی به هر حال وقتی که شما بدونید که حالا به چه صورتی هست دیگه راحت خودتون میتونید پیدا کنید. اگرم که پیدا نکردید ایمیل ما info@jelco.ir میتونید به اون ارسال کنید، سریعا حالا بررسی میکنیم و مقدار اون کیلومتر تغییر پیدا میکنیم برای شما ارسال. پس تا این قسمت از برنامه اومدیم کلیه پشت آمپرها رو خدمت عزیزان عرض کردیم.
خودروهای دیگه گفتیم مثل ریو، ال90، زانتیا، اینها رو دیگه با استفاده از نرم افزار تاکوسافت میتونید چیکار کنید؟ مقدار کم کنید. از قسمت کیا میتونیم ریو رو ببینیم. ریو با شماره آی سی های 93C46، 93C56 میتونیم این کار رو انجام بدیم. C46 رو نگاه میکنید، انتهای خط 0، ابتدای خط 10، البته با دو بار تکرار شدن در نیمه اول. ال90 رو نگاه میکنیم، خودروی رنالت. گفتیم که لوگان و مگان داریم. جهت اطلاع عزیزان، لوگان منظور همون ال90 یا تندری هست که داریم، 93C56 به این حالت، و رنالت بازم همون لوگان، 25020 هم خط C0 D0 E0. این عبارت مقدار کیلومتر ما هست که تقریبا دو بار در هر دو حالت تکرار شده و با استفاده از این ماشین حساب میتونید مقدار عددی رو بهش بدید. پس تا اینجای کار اومدیم خدمت دوستان تغییرات پشت آمپر رو در ماشین ها خدمتشون عرض کردیم. فقط یک نکته پایانی هم بگیم که کیلومترهای سمند مولتیپلکس رو هم دوستان میتونن با استفاده از آمپر آزارا یا لوگان این رو چیکار کنن؟ مقدار پشت آمپرهای سمند مولتیپلکس رو هم کم کنن. نکته دیگه در خصوص پشت آمپرها به نظرم نمیاد که بخوام خدمت عزیزان عرض کنم. حالا در طول آموزش که حالا میخوایم روی 206 کار کنیم یا یکی دوتا از خودروهای دیگه، چه به صورت که بیشتر میام یعنی بحث BSI و ECU رو میخوایم عنوان کنیم، اگر که نکته چیزی در مورد خودروها بود خدمت دوستان عرض میکنم. نکته دیگه هم یه نکته در مورد حالا زانتیا هم هست، این است که زمانی که میخواید مقدار کیلومتر رو کم کنید حتما بس باتری رو بردارید در خودروی زانتیا. مقدار کیلومتر چون فقط هم از پشت آمپر کم میشه، خصوصا در خودروی 1800ش با ECU بوش 7.3 بردارید بس باتری رو، چون ممکنه که دچار مشکل بشه اون پشت آمپر و برنامه‌تون رو بخواید چندین بار تکرار کنید. در پایان فقط بازم یک نکته دیگه یادم اومد، در خاطر اومد خدمت شما عرض کنم. پراید هایی که 93 هستن اکثرا دیگه چیه؟ یورو 4 هستن. یکی از مواردهای دیگه تشخیص کیلومترهای قدیم و یورو 4 این است که در کیلومترهای قدیم LCD ما به رنگ سفید بود و اعداد به رنگ مشکی بود. یعنی شما همین الان برید یه پراید رو نگاه کنید میبینید عددا مشکی و LCD حالت سفید است. اما در یورو 4 ها LCD ما مشکی رنگ هست و عددها به صورت سفید رنگ هست. این هم یکی از روش های شناخت و تشخیص پشت آمپر هاست که مثلا حالا یورو 4 هست یا یورو 4 نیست. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.